رابین هم دوباره، رابین اومد دوباره، رابین هم بیاریم بالا. امین یه رابین سوال بپرسیم از بچه‌ها. متاسفم اینترنت هم قطع میشه. باش بذار قاسم یه سوال میخواد بکنه رابین، بعد برمیگردیم سراغ قاسم. بفرمایید. گلچین روزگار گفته این که روی موش‌ها آزمایش میکنن تو آزمایشگاه، این مشکل اخلاقی نداره به نظره؟ این سوال بستگی داره به اینکه چی. اگه یک دارویی باشه که ببین، اگه بخاطر چیز آرایشی باشه خب معلومه این به شدت غیر اخلاقیه، ولی اگه یک داروی چیزی باشه که میتونه جون بسیار انسان‌های رو نجات بده به شدت اخلاقیه. ممنون میلاد از حمایتت. البته یه کامنتی هم گذاشته. گذاشته چی میگه؟ بخون. میگه آرمین اگر گوشت مصنوعی ساخته شه دقیقاً با همین مزه و خاصیت، اون موقع کشتن حیوانات غیر اخلاقیه. خب آره، بخاطر بیشتر به خاطر موضوعات اقلیمی و موقع دیگه غیر اخلاقی میشه. شما اگه بتونید گوشت اونجوری تهیه بکنید، یعنی هزینه بسیار کمتری خواهد داشت برای شرایط اقلیمی، اون موقع بهتره که تا اونجا که میتونیم قیمت اینو بیاریم پایین که قابل مصرف بشه. رابین بفرمایید. یه ایده تو ذهنم، حالا نمیدونم تو دنیای واقعی عمل کردش چجوری میتونه بشه، که وقتی میخوای یه دولت فاسد رو بهتر کنی، یه سری افرادی گروه شی و یه قدرت و ثروتی جمع‌آوری کنی و بتونی با جلب اعتماد اون کسایی که تو دولت هستن آروم آروم اون افراد خودتو جایگزین اون افرادی که تو دولت هستن بکنی، اینطوری دولت رو تغییر کنی. سوال چیه؟ که این چه ایده خوبیه یا بد که چه کار کنیم؟ بابک من متوجه نشدم. تو متوجه شدی؟ من متوجه نشدم که چه کار کنیم. یه جا بلندتر بگم؟ آره اگه میشه. که ما یه گروشیم، یه گروشیم که قدرت و ثروتی جمع‌آوری کردیم و میتونیم لابی کنیم برای بهتر شدن دولت فاسد. وارد اون دولت فاسدیم، جلب اعتماد و افراد رو جلب کنیم و آروم آروم افراد خودمون جایگزین اون افراد فاسد. اوکی. خب برای اگه میتونی بکار، نمیدونم بابک نظر تو چیه؟ نه بعد چقدر احتمال داره که همون افرادی که بهش مطمئن هستی دوباره فاسد نشن؟ همونا فاسد نشن. آره همونا که رفتن بعد از مدت. ببین این روش خوبی نیست، بخاطر اینکه بعد از قدرت فساد میاره. یعنی شما تو وقتی که مردم به این روش، ببین بهترین، برای همین ما همیشه سکولار دموکراسی رو انتخاب میکنیم، خب که تا بتونیم جایگزین بکنیم کسایی که تو قدرت هستن اگه که کارشون درست نباشه. بخاطر اینکه از روشهای دیگه اگه مردم بذارین توی قدرت، این باعث میشه که بعضی مدتی این سیستم باعث بشه همون کسایی که تو قدرتن چون جایگزین کردنشون کار سختیه خودشون فاسد بشن. یعنی اصلا بعضی مدتی فاسد میشه. ما یه سری افرادی که مثلا چایستگیشون رو ثابت کردن و انتخاب کنیم. آره ولی سیستمش نه، ببین حتی اگه اون اشخاص اولیه شایستگی داشته باشن، سیستمی که شما انتخاب کردین که کی سیاست مدار باشه بعد جذب میکنه کسایی که دنبال قدرتن و قابلیت جدا کردنشون از قدرت انقدر سخت میشه بعد از این مدتی فقط فاسدا. ببین شما نگاه کنید اگه یک سیستم سیاسی جوری باشه که جایگزین کردن کسایی که تو قدرت هستن کار سختی باشه، حتی اگه اولش آدمای شایسته رو بذارین، بعد از مدتی اگه یک زمان که بگذره بالاخره میگه کسی فاسدی جای این میاد و کسی که فاسدی که افتاد توی اینجا دیگه سیستمو، چون سیستم جایگزین کردنش کار سختیه چون سکولار دموکرات نیست، دیگه میتونه از همه قدرتایی که بهش دادین استفاده بکنه که جایگاه خودش رو محکم‌تر محکم‌تر بکنه. برای همین ببین نکته‌ای که دارم میخوام اشاره کنم اینه که آدمای شایسته اهمیتشون کمتر از سیستم شایسته است. خب یه مشکلی هم که ما ایرانیا داریم اینه که همش دنبال قهرمان و آدمای شایسته میگردیم. شما سیستم وقتی که درست نباشته، ببین سیستم خوب حتی آدمایی که شایسته هم نباشن و خودش بعد از این مدتی جایگزین میکنه با آدمای شایسته تر، ولی یه سیستمی که از پایه غلط باشه حتی اگه آدمای شایسته هم موقت بیان سر کارش بعد از این مدتی فاسد میشه. برای همین درست کردن سیستم مهمتر از درست کردن آدمایی که تو قدرت هستن. اگه همون افراد اولی حکومت و سکولار دموکرات کنن چی؟ دموکراتیک کنن چی؟ آره حالا این اگرش خیلی اگر بزرگیه، ما باید اعتماد داشته باشیم. خب من میخوام اگر که بخوایم بکنیم که اگر، من میتونم رویا بسیار زیاد دارم با اگر. بابک بگو.
نه میخوام جیمو اگه میشه بیارم بالا، چون جیم مثل اینکه با راوی در این مورد صحبت کرده و کلا من چیزو میدونه. جان خب اگه آره اومد فقط در مورد قابل اعتماد نظری داره، یه کامنتی داره دیگه، همه رو بیاریم بالا دیگه ها. نه من جیمو میارم بالا چون با این هم نظر هستش، من میارم بالا کیم. باش ممنون. سلام مجدد بچه ها، خوبی؟ سلام راوی. سلام جناب جیم، حال شما خوبه؟ ممنون، مرسی، تا خوبی. راستش این چند روز خیلی بحث کردیم سر این قضیه، راوی داره گفت، من جوابم بهش این بود که حتی اگر فرض کنیم، فرض محال که تو تئوری همچین چیزی امکان پذیر هست که خیلی سخته، عملیاتیش از خیلی از احتمالات دیگه کمتره. بعدش هم مثالی هم که بعد اونایی بودی گفتم اصلا حضور اصلاح طلبی توی ایران یه جورایی به همین نیت بودی، یعنی مردم تصورش این بود که میتونن یه گروهی رو بفرستن بالا از زبونشون صحبت کنه، ولی خب نشد. الان هم از اولین دوره هم که منم توی قدرت الان 24 سال میگذره دیگه، درست میگم 76 تا الان نشد. یعنی حالا تئوری بحث اصلا عملیاتیش چطوری، مثلا اصلا ما اون آدما رو چطوری بشناسیم، بعد این سیستم چطوری سیستم نفهمه مردم ولی فهمیده باشن، بعد مردم با اونا تبانی کنن اونا رو بفرستن بالا، اونا هم اون حکومت گولش بزنن. حتی اگر بگیم تئوری خوبه، عملیاتی به شدت بعید و غیر ممکنه به نظر من. یه صحبت خیلی قشنگی، کامنت خیلی خوبی الان فرهاد داد، میگه دولت فاسد که نمیذاره آدم سالم وارد سیستم بشه. خب منم میگم ادای آدم فاسد رو دارم. آخه رابین به حال باید یه پل ارتباطی بین منی که میخوام بهش رأی بدم و اون وجود داشته باشه دیگه، یعنی تو میگی من بفهمم برم بهش رأی بدم ولی حکومت نفهمیده باشه، بفهمید. تخیلی شده این یه مقدار، تخیلی شده دیگه، یه مقدار مثلا میشن امپاسیبل شد، مثلا از سخت بیان تو یا وشکی از در عقب بیان، میدونی یه مقدار فیلمیه. البته من به نظر من باید اون پله اولش رو بتونیم، اول یه اعتمادی، اون چی میگن، حد اعتمادی پیدا بکنیم برای اون پله اول که تشکیل همون دولت هست، همون قدرت هست، همون گروه هست، که اون گروه تو خودشون به فساد نرسن. الان دیگه پیشکش میخوان بفرستن در جای دیگه، نفوذ پیدا بکنن در این، متوجه این چی میگم؟ یعنی که اون گروهی که قدرت گرفتن و پول و سرمایه و قدرت دستشونه، باید اول باید مواظب باشن تو خودشون فساد پیش نیاد. یه چیزی که من پیشنهاد میکنم اینه که شما برای اینکه البته رابین خیلی جوونه، برای همین مشکلی نیست پیشنهادی که میکنه، ولی یه مقدار اگه تاریخ بخونی رابین، چیزایی که اون وقت میبینی که چیزایی که قابلیتش بالاتره چیه، یعنی تاریخ به طور کلی بخونی. نمیگم تاریخ رو به طور کلی از اول تا آخر همه جهان رو یه مقدار مطالعه کن، یعنی به جای اینکه اول تمرکز بکنی یه چیز خاصی، مثلا کل تاریخ جهان رو یه نگاهی بهش بکن. برای اینم ایدم بود که برم سیستم های قدیمی رو ببینم اون تو عمل چی شده، بشه بتونم الان مخصوصا تاریخ معاصر. من حقیقتش اینم فقط بگم، ببین رابین، نزدیک ترین، اونم خیلی با این ایدت فاصله داره، ولی نزدیک ترین چیزی دوران جنگ جیم صدا داره قطع بس میشه. الان سلام هست؟ آره هست، الان هست. ببین یه زمانی توی یونان باستان بین نجیب زاده ها و برده ها خیلی جنگ و دعوا میفته. اینا هیچجوری نمیشه. جیمی نگی میشه سریع بگو، چون تعداد نمیدونم چی شده، الان یه ترافیکی شده. خیلی منتظرم. بگو. حتما. ببین اون موقع اینا میان یه شخصی به نام سولون انتخاب میکنن، یه نجیب زاده ورشکسته که یه جوری با هر دو تای این دو تا گروه همزاد پنداری کرده باشه، بیاد طرف هر دو تا رو بگیره، آش بینشون راه بندازه، بعدشون اصلا قانونا رو میکنه، خودش از کشور فرار میکنه، پا میشه میره مصر، کار کسی هم نتونه عوضش کنه. این اون تنها موردیه که من حداقل میدونم یه شخص آریستوکرات رو تونستن بیارن بالا به این شکل و هیچ کم نتونسته هیچ کاریش کنه، تا ته قضیه هم منفعت کشور رو در نظر داشته. ولی خیلی بعیده، یعنی تو کل تاریخ یه نمونه نزدیک بهت داشته باشیم، یعنی عملا نشدنی.
اوکی خیلی خوب، من جفتتون رو میذارم پایین برای اینکه گلایول خیلی منتظره. ممنون از جفتتون فعلا، ابلیس حافظتون.